بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأعظم الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بشما ميهمانان گرامی، سران و هیئت‌های نمایندگی کشورهای جنبش عدم تعهد و نیز دیگر شرکت کنندگان در این اجلاس بزرگ بین المللی خوش آمد می‌گویم. ما در اینجا گرد آمده ایم تا به هدایت و کمک پروردگار حرکت و جریانی را که در شش دهه قبل با هوشمندی و موقعیت شناسی و شجاعت چند تن از رهبران سیاسی دلسوز و مسئولیت پذیر پایه‌گذاری شد، به اقتضای موقعیت‌ها و نیازهای امروز جهان ادامه دهیم و بلکه به آن جانی تازه و تحرکی دوباره ببخشیم. میهمانان ما از مناطق جغرافیایی دور و نزدیک در اینجا گرد آمده و متعلق به ملیت‌ها و نژادهای گوناگون و دارای تعلقات اعتقادی و فرهنگی و تاریخی و وراثتی متنوع‌اند. ولی همانطور که احمد سوکارنو، یکی از بنیانگذاران این جنبش، در کنفرانس معروف باندونگ در سال 1955 گفت، مبنای تشکیل عدم تعهد نه وحدت جغرافیایی یا نژادی و دینی، بلکه وحدت نیاز است. اون روز کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به پیوندی که بتواند اونها را از سیطره شبکه‌های اقتدارگرا و مستکبر و سیری ناپذیر مسئول بدارد نیازمند بودند. امروز با پیشرفت و گسترش ابزارهای سلطه‌گری این نیاز همچنان پابرجاست. من می‌خواهم حقیقت دیگری را مطرح کنم. اسلام به ما آموخته است که انسان‌ها با وجود ناهمگونی‌های نژادی و زبانی و فرهنگی فطرت همسانی دارند که آنها را به پاکی و عدالت و نیکوکاری و همدردی و همکاری فرا می‌خواند و همین سرشت همگانی است که اگر از انگیزه های گمراه کننده به سلامت عبور کند، انسانها را به توحید و معرفت ذات متعالی خداوند رهنمون می گردد. این حقیقت تابناک دارای چنان ظرفیتی است که قادر است پایه و پشتوانه تشکیل جوامع آزاد و سرفراز و برخوردار از پیشرفت به عدالت توأمن گردد و شعاع معنویت را بر همه فعالیت‌های مادی و دنیایی انسان‌ها نفوذ دهد و بهشتی دنیایی پیش از بهشت اخروی موعود ادیان الهی برای آنان فراهم آورد. و نیز همین حقیقت مشترک و همگانی است که میتواند شالود ریز همکاری‌های برادرانه ملت‌هایی باشد که از نظر شکل ظاهری و سابقه تاریخی و منطقه جغرافیایی شباهتی به یکدیگر ندارند. همکاری‌های بین‌المللی هرگاه بر چنین شالوده‌ای استوار باشد، دولت‌ها ارتباطات میان خود را نه بر اساس ترس و تهدید
یا افزون طلبی و منافع یک جانبه یا واسطه گری افراد خائن و خودفروش، بلکه بر پایه منافع سالم و مشترک و برتر از آن منافع انسانیت بنا می کنند و وجدان بیدار خود و خاطر ملت‌های خود را از دغدغه‌ها آسوده می‌سازند. این نظم آرمانی در نقطه مقابل نظام سلطه قرار دارد که در قرن‌های اخیر قدرت‌های سلطه‌گر غربی و امروز دولت زورگو و متجاوز آمریکا مدعی و مبلغ و پیش قراول آن بوده و هستند. میهمانان عزیز، امروز آرمانهای اصلی جنبش عدم تعهد با گذشت 6 دهه همچنان زنده و پابرجاست. آرمانهایی مانند استعمار زدائی، استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، عدم تعهد به قطبهای قدرت و ارتقاء همبستگی و همکاری میان کشورهای عضو. واقعیت‌های امروز جهان با اون آرمان‌ها دارای فاصله است، ولی اراده جمعی و تلاش همه جانبه برای عبور از واقعیت‌ها و دست یافتن به آرمان‌ها هرچند پرچالش، لیک امید آفرین و ثمر بخش است. ما در گذشته نزدیک شاهد شکست سیاست‌های دوران جنگ سرد و نیز یک جانب گرایی پس از آن بوده ایم. جهان با عبرت آموزی از این تجربه تاریخی در حال گذار به نظام بین المللی جدیدی است و جنبش عدم تعهد می تواند و باید نقش نوینی ایفا نماید. این نظام باید بر پایه مشارکت همگانی و برابری حقوق ملت‌ها استوار باشد و همبستگی ما کشورهای عضو این جنبش برای شکل‌گیری این نظم نوین از ضرورت‌های بارز عصر کنونی است. خوشبختانه چشم‌انداز تحولات جهانی نویدبخش یک نظام چند وجهی است که در آن قطب‌های سنتی قدرت جای خود را به مجموعه ای از کشورها و فرهنگ‌ها و تمدن‌های متنوع و با خاستگاه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‌دهند. اتفاقات شگرفی که در 3 دهه اخیر شاهد آن بوده ایم آشکارا نشان می‌دهد که برآمدن قدرت‌های جدید با بروز ضعف در قدرت‌های قدیمی همراه بوده است. این جابجایی تدریجی قدرت به کشورهای عدم تعهد فرصت می‌دهد تا نقش مؤثر و شایسته‌ای را در عرصه جهانی بر عهده بگیرند و زمینه یک مدیریت عادلانه و واقعاً مشارکتی را در پهنه گیتی فراهم آورند. ما کشورهای عضو این جنبش توانسته ایم در یک دوران طولانی با وجود تنوع دیدگاه‌ها و گرایش‌ها همبستگی و پیوند خود را در چهارچوب آرمان‌های مشترک حفظ کنیم و این دستاورد ساده و کوچکی نیست. این پیوند می‌تواند دستمایه گذار به نظمی عادلانه و انسانی قرار گیرد. شرایط کنونی جهان فرصتی شاید تکرار نشدنی برای جنبش عدم تعهد است. سخن ما آن است که اتاق فرمان جهان نباید با دیکتاتوری چند کشور غربی اداره شود.
باید بتوان یک مشارکت دموکراتیک جهانی را در عرصه مدیریت بین المللی شکل داد و تضمین کرد. این است نیاز همه کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم از دستاندازی چند کشور زورگو و سلطه طلب زیان دیده اند و می بینند. شورای امنیت سازمان ملل دارای ساختار و سازوکاری غیر منطقی، ناعادلانه و کاملا غیر دموکراتیک است. این یک دیکتاتوری آشکار و یک وضعیت کهنه و منسوخ و تاریخ مصرف گذشته است. با سوء استفاده از همین سازوکار غلط است که آمریکا و همدستانش توانستند زورگویی‌های خود را در لباس مفاهیم شریف بر دنیا تحمیل کنند. آنها میگویند حقوق بشر و منافع غرب را اراده میکنند. میگویند دموکراسی و دخالت نظامی در کشورها را به جای آن مینشانند. میگویند مبارزه با تروریسم و مردم بیدفاع روستاها و شهرها را آماج بمب‌ها و سلاح‌های خود می‌سازند. در نگاه آنها بشریت به شهروندان درجه یک و دو و سه تقسیم می‌شوند. جان انسان در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین ارزان و در آمریکا و غرب اروپا گران قیمت گذاری می شود. امنیت آمریکا و اروپا مهم و امنیت بقیه بشریت بی اهمیت دانسته می شود. شکنجه و ترور اگر به دست آمریکایی و صهیونیست و دست نشاندگان آنها صورت گیرد مجاز و کاملا قابل چشم پوشی است. زندانهای مخفی آنها که در نقاط متعددی در قاره‌های گوناگون شاهد زشت‌ترین و نفرت‌انگیزترین رفتارها با زندانیان بی‌دفاع و بی‌وکیل و بی‌محاکمه است، وجدان آنان را نمی‌آزارد. بد و خوب کاملاً گزینشی و یک طرفه تعریف می‌شود. منافع خود را به نام قوانین بین المللی و سخنان تحکم آمیز و غیر قانونی خود را به نام جامعه جهانی بر ملت‌ها تحمیل می‌کنند و با شبکه رسانه‌ای انحصاری سازمان یافته دروغ‌های خود را راست و باطل خود را حق و ظلم خود را عدالت طلبی وانمود می‌کنند و در مقابل هر سخن حقی را که افشاگر فریب آنهاست دروغ و هر مطالبه برحقی را یاغیگری می نامند. دوستان، این وضعیت معیوب و پرزیان غیر قابل ادامه است. همه از این هندسه غلط بین المللی خسته شده اند. جنبش 99% مردم در آمریکا بر ضد کانونهای ثروت و قدرت در آن کشور و اعتراض عمومی در کشورهای اروپای غربی به سیاستهای اقتصادی دولتهاشان نیز نشان لبریز شدن پیمانه صبر و تحمل ملتها از این وضعیت است. باید این وضعیت نامعقول را علاج کرد. پیوند مستحکم و منطقی و همه جانبه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می تواند در یافتن و پیمودن راه علاج تأثیرات عمیقی بر جای بگذارد. حضار محترم، صلح و امنیت بین المللی از جمله مسائل حاد جهان امروز ماست و خلع سلاح‌های کشتار جمعی و فاجعه بار یک ضرورت فوری و یک مطالبه همگانی است. در دنیای امروز امنیت پدیده‌ای مشترک و غیر قابل تبعیض است.
اونها که سلاح‌های ضد بشریت را در زرادخانه‌های خود انبار می‌کنند حق ندارند خود را پرچمدار امنیت جهانی قلمداد کنند. این بیشک نخواهد توانست نیز امنیت را برای خود آنها به ارمغان آورد. امروز با تأسف فراوان دیده می شود که کشورهای دارنده بیشترین تسلیحات هسته‌ای اراده ای جدی و واقعی برای حذف این ابزارهای مرگبار از دکترین نظامی خود ندارند و آن را همچنان عامل رفع تهدید و شاخصی مهم در تعریف جایگاه سیاسی و بین المللی خود می دانند. این تصور به کلی مردود و مطرود است. سلاح هسته‌ای نه تأمین کننده امنیت و نه مایه تحکیم قدرت سیاسی است، بلکه تهدیدی برای این هر دو است. حوادث دهه 90 قرن 20 نشان داد که داشتن این تسلیحات نمیتواند رژیمی همانند شوروی سابق را هم حفظ کند. امروز نیز کشورهایی را میشناسیم که با داشتن بمب اتم در معرض امواج ناامنی‌های مهلکند. جمهوری اسلامی ایران استفاده از سلاح هسته‌ای و شیمیایی و نظائر آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی می‌داند. ما شعار خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای را مطرح کرده‌ایم و به آن پایبندیم. این به معنی چشم پوشی از حق بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تولید سوخت هسته‌ای نیست. استفاده صلح‌آمیز از این انرژی بر اساس قوانین بین المللی حق همه کشورهاست. همه باید بتوانند از این انرژی سالم در مصارف گوناگون حیاتی کشور و ملتشان استفاده کنند و در اعمال این حق وابسته به دیگران نباشند. چند کشور غربی که خود دارنده سلاح هسته‌ای و مرتکب این کار غیرقانونی‌اند مایلند توان تولید سوخت هسته‌ای را نیز در انحصار خود نگه دارند. حرکتی مرموز در حال شکل‌گیری است تا انحصار تولید و فروش سوخت هسته‌ای را در مراکزی با نام بین المللی ولی در واقع در پنجه چند کشور معدود غربی تثبیت و دائمی کند. طنز تلخ روزگار ما آن است که دولت آمریکا که دارنده بیشترین و مرگبارترین سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی و تنها مرتکب به کارگیری آن است، امروز می‌خواهد پرچم مخالفت با اشاعه هسته‌ای را به دوش بگیرد. آنها و شرکای غربیشان رژیم صهیونیستی غاصب را به سلاح‌های هسته‌ای مجهز کرده و برای این منطقه حساس تهدیدی بزرگ فراهم کرده اند. اما همین مجموعه فریبگر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را برای کشورهای مستقل بر نمی‌تابند و حتی با تولید سوخت هسته‌ای برای رادیو داروها و دیگر مصارف صلح‌آمیز انسانی با هر چه در توان دارند ستیزه‌گری می‌کنند. بهانه دروغین آنان بیم از تولید سلاح هسته‌ای است. در مورد جمهوری اسلامی ایران آنان خود می‌دانند که دروغ می‌گویند، اما سیاست ورزی آنگاه که کمترین اثری از معنویت در آن نباشد دروغ را هم مجاز می شمارد. آیا اون که در قرن 21 زبان به تهدید اتمی می گشاید و شرم نمی کند از دروغگویی پرهیز و شرم خواهد کرد؟ من تأکید می کنم که جمهوری اسلامی هرگز
در پی تسلیحات هسته‌ای نیست و نیز هرگز از حق ملت خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم پوشی نخواهد کرد. شعار ما انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس است. ما بر این هر دو سخن پای خواهیم فشرد و می‌دانیم که شکستن انحصار چند کشور غربی در تولید انرژی هسته‌ای در چهارچوب معاهده عدم اشاعه به سود همه کشورهای مستقل و از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است. تجربه 3 دهه ایستادگی موفقیت‌آمیز در برابر زورگویی‌ها و فشارهای همه جانبه آمریکا و متحدانش جمهوری اسلامی را به این باور قطعی رسانده است که مقاومت یک ملت متحد و دارای عزم راسخ قادر است بر همه خصومت‌ها و عنادها فائق آید و راه افتخارآمیز به سوی هدف‌های بلند خود را بگشاید. پیشرفت‌های همه جانبه کشور ما در 2 دهه اخیر واقعیتی است که در برابر چشم همگان قرار دارد و رصد کنندگان رسمی بین المللی مکررن بدان اذعان کردند و این همه در شرایط تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و تهاجم تبلیغاتی شبکه‌های وابسته به آمریکا و صهیونیسم اتفاق افتاده است. تحریم‌هایی که یاوه‌گویان آن را فلج کننده نامیدند نه تنها ما را فلج نکرده است و نخواهد کرد، بلکه گام‌های ما را محکم‌تر و همت ما را بلندتر و اطمینان ما را به درستی تحلیل‌های خود و نیز به توانایی درونزای ملتمان راسخ‌تر کرده است. ما یاری خداوند را در این چالش‌ها بارها و بارها به چشم دیده‌ایم. میهمانان گرامی، لازم می‌دانم در اینجا از یک مسئله بسیار مهم سخن بگویم که اگرچه مربوط به منطقه ماست ولی ابعاد گسترده آن از این منطقه فراتر رفته و سیاست‌های جهانی را در طول چندین دهه تحت تأثیر قرار داده است و آن مسئله در داور فلسطین است. خلاصه این ماجرا آن است که یک کشور مستقل و دارای شناسنامه روشن تاریخی به نام فلسطین بر اساس یک توطئه وحشتناک غربی با سردمداری انگلیس در دهه 40 قرن 20 از ملت آن غصب و به زور سلاح و کشتار و فریب به جماعتی که عمدتاً از کشورهای اروپایی مهاجرت داده شده اند واگذار گردیده است. این غصب بزرگ که در آغاز با کشتارهای جمعی مردم بی‌دفاع در شهرها و روستاها و راندن مردم از خانه و کاشانه خود به کشورهای هم مرز همراه بود، در طول بیش از 6 دهه همچنان با همین جنایت‌ها ادامه یافته است و امروز هم ادامه دارد. این یکی از مهمترین مسائل جامعه بشریت است. سران سیاسی و نظامی رژیم غاصب صهیونیست در این مدت از هیچ جنایتی پرهیز نکردند. از کشتار مردم و ویران کردن خانه‌ها و مزارع آنان و دستگیری و شکنجه مردان و زنان و حتی کودکان آنان تا تحقیر و توهین به کرامت این ملت و سعی در نابودی و هضم آن در معده حرامخوار رژیم صهیونیستی و تا حمله به اردوگاه‌های آنان در خود فلسطین و در کشورهای همسایه که میلیون‌ها آواره را در خود جای می‌داده است، نام‌های صبرا و شتیلا و قانا و دیر یاسین و امثال اینها با خون مردم مظلوم فلسطین در تاریخ منطقه ما ثبت شده است.
اکنون نیز پس از 65 سال هنوز همچنان همین جنایت ها در رفتار گرگان درنده صهیونیست با باقی مندگان در سرزمین های اشغالی ادامه دارد. اونها پی در پی جنایت های جدیدی می آفرینند و منطقه را با بحران تازه‌ای روبرو می کنند. کمتر روزی است که خبری از قتل و جرح و زندانی کردن جوانهایی مخابره نشود که به دفاع از وطن و کرامت خود برخاسته و به ویرانگری مزارع و خانه های خود اعتراض کرده اند. رژیم صهیونیستی که با براه انداختن جنگ های فاجعه بار و کشتار مردم و اشغال سرزمین های عربی و سازماندهی تروریسم دولتی در منطقه و جهان ده ها سال ترور و جنگ و شرارت به راه انداخته، ملت فلسطین را که برای احقاق حق خود به پا خواسته و مبارزه می کنند تروریست می نامد و شبکه رسانه های متعلق به صهیونیسم و بسیاری از رسانه های غربی و مزدور نیز با زیر پا گذاشتن تعهد اخلاقی و رسانه‌ای این دروغ بزرگ را تکرار می کنند. سردمداران سیاسی مدعی حقوق بشر نیز چشم بر این همه جنایت بسته و بدون شرم و پروا از آن رژیم فاجعه آفرین حمایت کرده و در نقش وکیل مدافع آن ظاهر می شوند. سخن ما آن است که فلسطین متعلق به فلسطینی هاست و ادامه اشغال آن ظلمی بزرگ، تحمل ناپذیر و خطری عمده برای صلح و امنیت جهانی است. همه راه هایی که غربی ها و وابستگان آنها برای حل مسئله فلسطین پیشنهاد کرده و پیموده اند غلط و ناموفق بوده است و در آینده نیز چنین خواهد بود. ما راه حلی عادلانه و کاملا دموکراتیک را پیشنهاد کرده ایم. همه فلسطینی ها، چه ساکنان کنونی آن و چه کسانی که به کشورهای دیگر رانده شده و هویت فلسطینی خود را حفظ کرده اند، اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی، در یک همه پرسی عمومی با نظارتی دقیق و اطمینان بخش شرکت کنند و ساختار نظام سیاسی این کشور را انتخاب نمایند و همه فلسطینیانی که سالها رنج آوارگی را تحمل کرده اند به کشور خود بازگردند و در این همه پرسی و سپس تدوین قانون اساسی و انتخابات شرکت نمایند. اونگاه صلح برقرار خواهد شد. در اینجا مایلم پندی خیرخواهانه به سیاستمداران آمریکایی که تاکنون همواره به عنوان مدافع و پشتیبان رژیم صهیونیستی در صحنه حاضر شده اند بدهم. این رژیم تا کنون برای شما دردسرهای بیشمار داشته است. چهره شما را در میان ملت‌های منطقه منفور و شما را در چشم آنان شریک جنایات صهیونیست‌های غاصب معرفی کرده است. هزینه‌های مادی و معنوی که در طول سال‌های متمادی از این رهگذر به دولت و ملت آمریکا تحمیل شده است سرسام‌آور است و احتمالاً در آینده اگر همین روش ادامه یابد هزینه‌های شما سنگین‌تر هم خواهد شد. بیایید به پیشنهاد جمهوری اسلامی درباره همه‌پرسی بیندیشید و با تصمیمی شجاعانه خود را از گره ناگشودنی کنونی نجات دهید. بیشک مردم منطقه و همه آزاداندیشان گیتی از این اقدام استقبال خواهند کرد. میهمانان محترم، اکنون به سخن آغازین باز می‌گردم. شرایط گیتی حساس و جهان در حال گذار از یک پیچ تاریخی بسیار مهم است.
انتظار می رود که نظمی نوین در حال تولد یافتن باشد. مجموعه غیر متعهدها حدود 2/3 اعضای جامعه جهانی را در خود جای داده است و می تواند در شکل دهی آینده نقشی بزرگ ایفا کند. تشکیل این اجلاس بزرگ در تهران نیز خود حادثه‌ای پرمعناست که باید در محاسبات به کار آید. ما اعضای این جنبش با هم‌افزایی امکانات و ظرفیت‌های گسترده خود می‌توانیم برای نجات جهان از ناامنی و جنگ و سلطه‌گری نقشی تاریخی و ماندگار بیافرینیم. این مقصود فقط با همکاری‌های همه جانبه ما با یکدیگر امکان پذیر است. در میان ما کشورهای بسیار ثروتمند و نیز کشورهای دارای نفوذ بین المللی کم نیستند. علاج مشکلات با همکاری‌های اقتصادی و رسانه‌ای و انتقال تجربه‌های پیشبرنده و تعالی بخش کاملا امکان پذیر است. باید عزم‌هامون را راسخ کنیم، به هدف‌ها وفادار بمانیم، از اخم قدرت‌های زورگو نترسیم و به لبخند آنان دلخوش نکنیم. اراده الهی و قوانین آفرینش را پشتیبان خود بدانیم. به شکست تجربه اردوگاه کمونیستی در 2 دهه پیش و شکست سیاست‌های به اصطلاح لیبرال دموکراسی غربی در حال حاضر که نشانه‌های آن را در خیابان‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی و گره‌های ناگشودنی اقتصاد این کشورها همه می‌بینند، با چشم عبرت بنگریم و بالاخره سقوط دیکتاتورهای وابسته به آمریکا و همدست رژیم صهیونیستی در شمال آفریقا و بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را فرصتی بزرگ بشماریم. ما می توانیم به ارتقاء بهره‌وری سیاسی جنبش عدم تعهد در مدیریت جهانی بیندیشیم. می توانیم برای تحول در این مدیریت سندی تاریخی تهیه کنیم و ابزارهای اجرایی آن را فراهم نماییم. می توانیم حرکت به سمت همکاری‌های مؤثر اقتصادی را طراحی و الگوهای ارتباط فرهنگی میان خود را تعریف کنیم. بیشک تشکیل دبیرخانه فعال و پرانگیزه‌ای برای این تشکیلات خواهد توانست به حصول این مقاصد کمکی بزرگ و پرتأثیر تقدیم کند. متشکرم.